سلام خانم، ممنون که اومدیم. خیلی این پرونده رو قبول نکردم. به خاطر شما نیومدم. دوست چندین و چند ساله. نمیدونم چرا ولی ذهنش خراب شده، یعنی نمیذاره کسی کمکش کنه، حتی من. فعلا خانم بهش بگی من بعد جوری ضربه خوردم، بگی اصلا من اینجا حالا بهتر از اون نیست، بهش بگی خورد شدم، هم زندگیمو دادم هم غرورمو دادم، بهش بگین چقدر دوست. نسرین فیروزی هستم، وکیل مریم رفیعی. وکیل مریم رفیعی اومده. جلسه اولی، باید وکالتنامه رو امضا کنم.
سر صدا شده؟ میدونستم اینو میپرسی. نمیخوام ببینم. ولی تو باید از همه چیز خبر داشته باشی. بدونی بقیه چی گفتن. ماجرا رو دارن از کجا تعریف میکنن. کیا به نفع حرف زدن، کیا به ضررت. نمیخوام. نمیخوام هیچی ببینم. مریم کارو از این بدتر نکن. نمیخوای همکاری کنی؟ اصراری ندارم. منم این بقیه دوستات از توی روزنامه پیگیری میکنم ببینم ته داستان به کجا رسید. داستان؟ این ماجرا به جز خودت واسه بقیه داستانه. یکی میخواد پاورقیش رو پر کنه، یکی فیلمش رو بسازه، یکی تیراژ مجلش بره بالا، یکی هم ستون حوادثش رو پر کنه. تنها کسی که این ماجرا واسش داستان نیست تویی و البته یه نفر دیگه، یکی که شکسته خورد شده ولی هنوز پاد وایساده و نمیخواد که تو فقط براش یه خاطره بشی. کاری نداری برم، موکلای دیگه هم تهران منتظرم. بیشتر از این نمیتونم اینجا بمونم. باشه من میرم، تو هم برگرد تو بندت. هر وقتم فکر کردی به کمک احتیاج داری اون برگر رو امضا کن. فکر میکردم اشتباهی اینجا اومدی. وایسا. ببین این دستت خوب نشده، سر همینجوری گزگز میکنه. چرا؟ خب مگه قرص نخوردی؟ نه دیگه. من نمیدونم تو چرا اینقدر استرس داری. با تو این کارت خوبه، این همه زحمت کشیدی واسش. مطمئنم که قبولت میکنم، هم تای دلم روشنه. به دلت برات شده پیرزن؟ باشه من پیرزن، شما جوون. جوون برو ببینم بهت کار میدن. اگه منو پیرزن به دلم برات نشه ببینم کار میدن یا نمیدن. من قربونت دلت برم که حرفات اندازه اون قرصا اثر میکنه. بابا که از حد سر و کله میپرونه. اتوبوس اومد. بدو باشه میرسیم. زیاد ندار. موظف باش. برو بریم. بلیط داری؟ بلیط داری؟ آره. من نمی‌دونم. چه منا؟ سلام، خسته نباشی. سلام. برای آگهی استخدامتون اومدم. ثبت نام اینترنتی هم کردین؟ نه دیگه، تو همین روزنامه بود. اولویت با اونایی که آنلاین ثبت نام کردن. ولی شما تو آگهیتون ننوشته بودین که ثبت نام حتما باید اینترنتی باشه. بله، ولی آدرس سایتو داده بودین. اگه مراجعه می‌کردین مشخص بود براتون. حالا بفهمید بشینید. من در خدمتتون هستم. بفهمید. حالا بشینید. ببخشید میشه شما اون بر بشینی؟ بله. مرسی. هنوزم دلت روشنه نه؟ آروم باش بابا، چیزی نشده که. خوب هستید شما؟ صحبتون بخیر.
نوبت شماست، بفرمایید داخل. بله شما بفرمایید. بازار نمونه کار. خب دیگه فعلا که هیچی، تا ببینیم چی پیش میاد. اجازه. این قرصه رو نخوردم ولی الان میترسم از بیخوابی چرتم بگیره. آخای نفر بود دیگه، نوبت ماست. پشو بشو. چشم باشه. چشم آقای رئیس گفتن تعداد اپلیکیشن هایی که امروز گرفتن خیلی زیاده، ایشون به شدت خستن، ببخشید دیگه پذیرش نداریم. خانم محترم باور کنیم ما از 7 صبح تا الان اینجاییم. روی این پروژه کلی کار شده. ما روی این قضیه حساب کردیم. یه خواهشی کنین ازشون بگین 2 دقیقه صبر کنن. فقط 2 دقیقه. یه مصاحبه کوچیکی مثل بقیه. خانم شما ثبت نام آنلاینی هم نکردین. من نمیدونم اینطوری گفتن. بفرمایید. بشکومی ببین. خانم شما که از صبح تا الان میدونستین ما آنلاین ثبت نام نکردین، واسه چی گفتی برو بشین؟ یعنی چی خانم؟ من خواستم به شما لطف کرده باشم. نمیخوام لطف کنی. لطف کردی. صبر کنید خانم. سلام. آقای رئیس من به خدا بهشون گفتم ولی همینطوری یهو سر انداختن پایین اومدن تو. کاملا بی‌ادبانه. خانم محترم این حرفا چیه میزنی؟ آقا شما خسته این میدونم. به خدا ما هم خسته این. شما وقت ندارین؟ خب ما هم وقت نداریم. بالاخره هر کس یه جور خسته است، یه جور وقت نداره. ما از سر گرفتاری گیریم، بعضی از سر خوشی. من مطمئنم شما اگه یه فنجون قهوه بخورین خستگیتون در میره، ولی ما و امثال ما نه. میگم اگه آبدارچیتون رفته مرخصی یا احیانا ایشون هم خستن، من خودم براتون یه فنجون قهوه درست میکنم، بخورین، خستگیتون در میره. ولی فقط 5 دقیقه. 5 دقیقه واسه ما وقت بذارین. بیرون باشی. با شما نبودم خانم مهندس. اوه. ببخشید حق دارین، خیلی وقت معطل موندیم. حق با شماست. ولی نباید عصبانی بشین. حالا بفرمایید بشینید پروپوزالتون. سلام. متقاضی کارشونه. بفرمایید پروپوزالتون رو دارید. سعید ابراهیمی هم، اینم آخرین طرحی که خواسته بودیم. بفرمایید. آقای ابراهیمی میخوای بگم یه لیوان آب برات بیارم؟ جا نه خیلی ممنون. مرسی. مثل اینکه بار اولت میخوای استخدام شیدی نه؟ والا ما این طرح رو تا حالا 1000 جا بردیم، 1000 جا هم رفتیم، تا پای استخدام هم رفتیم، ولی نمیدونم چرا نمیشه. دلیلش اینه که اعتماد به نفس نداری، باید واسی از طرح دفاع کنی. آقا شما الان این طرح رو هیچ جا نمیتونی. حق داره. خب بهش حق بدیم، به خاطر اینکه با این برخوردی که با آدمایی مثل ما میکنن دیگه جایی برای اعتماد به نفس نمیمونه. مگه آدمایی مثل شما چشونه خانم؟ آدمایی مثل ما که روی زمین به این بزرگی زندگی میکنن و هیچ کسو ندارن، نه پول، نه پارتی، نه خاله و عمه و عموی گردن کلوف. آقا سعید من واقعا تعجب میکنم آدم یه همچین دوست دلسوزی داشته باشه، بعدم دست پاچه باشه و هول باشه و اینطوری باشه. واقعا نمیفهمم. مرسی لطفین. دوستم نیستن. آه اوکی اوکی گرفتم. زیدان اسمش شده همراه. همراه سعید جان اینجا که کمیته انضباطی دانشگاه است برادر من. نه واقعا خارج از شوخی دوست دخترم نیستن. نیستن. خیلی خارج از این من خودم تشخیص بدم ببینم چقدر باهوشم. حالا نگاه به من بکنی. شبیه هم که نیستیم، خواهرت هم که نیست. نه خانومه. چیه؟ ازدواج کردیم. آه همسرت. خیلی خوب.
اصلا بهتون نمیاد مگه؟ شما چند سالتون؟ اصلا سنتون به ازدواج نمیخوره. ما یه 8 ماهه که ازدواج کردیم و الان داریم با هم زندگی میکنیم. خوبه خدا رو شکر، فقط یه چند وقتی که بیکاریم و مثل که دل پولی داری آقا سعید. نه نه البته جسارت نباشه. ها خیلی خوب، ببین من خودم سر صحبت رو باز کردم، بحث رو یه جورایی به اینجا رسوندم که یه جورایی همچین استرابت کمتر شه، ریلکس تر شی. کلا یه چیزی بهت بگم، تو خوشبخت‌ترین مرد دنیا هستی. چطور؟ جدی میگم، ببین با این استرابی که تو داری نمیدونم چجوری شب خواستگاری تو پشت سر گذاشتی. تو با این وضعیتت باید الان تا آخر عمر عذاب میموندی. خیلی خوب، حالا که ترست از من ریخت دیگه استراب هم نداری، شروع کن. من فقط جسارتاً قبلش یه چیز خدمتتون عرض کنم، چه استخدام بشم چه نشم، حالا هرچی صلاح باشه، این رفتار امروزتون محبتتون رو یادم نمیره. برو سر اصل مطلب، مرد ایرانی. نقشه ها که خدمتون هست، این هم یه تیریدی کوچولو از طرح اصلی کار با یه کانسپت رتروسپکتیو. ببین در مورد این چیزا کمیته فنی تخصصی ما نظر میده، من در مورد مسائل کلی بحث میکنم. من فقط یه توضیح راجع به این DVD که دادم خدمتون. الو موفق باشی. لطفا شماره منو یادداشت کن. 0912 112 48 48. بله بله. میگم علی عیارو خوشم اومد ها، خیلی آدم حسابی بودی، چجوری برخورد کرد؟ من فکر کنم از طرح خوشش اومد بود. ها چه میدونم، ولی به هر حال هرچی بود که نباید اینقدر زود باش فامیل میشدی که همه چیو بهش بگی، کل زندگیو تعریف کردی. چیو؟ همین که گفتی توی خونه اجاره‌ای زندگی می‌کنی و نمی‌دونم مشکل داری و این حرفا، خیلی بهم برخورد سعید. خب اگه دروغ گفتم بعدشم ما الان تو همه چیز زندگیمون موندی. چیزی نیست، لیوان شکست. تو بیداری هنوز؟ آره بابا، خوابم نمیبره، 3 ساعت دارم به خودم میپیچم. بهش کن سعید جان، خودم صبح تمیز میکنم. سعید باشه عزیزم، باشه. بله سلام. نخه نیستم. خانم خیلی ممنونم، خیلی لطف کردین. نه بهشون میگم،
واقعا ممنونم از شما. نه حتما بهشون میگم. بله بله. جونم سلام. تو رو خدا. خب کی؟ باشه باشه من همین الان میام. باشه قربونت برم عزیزم. قربونت. جونم من 5 دقیقه دیگه میرسم اونجا. آره. باشه اومدم بیرون به زنگ میزنم. قربونت خدا. خدا بس. یه چیز دیگه هم میخوام بهت بگم. ببین خدایی کارات بد نبود ولی مثل تو خیلی ها بودن. اگه بخوایم انصاف داشته باشیم خیلی ها حتی کاراشون از تو بهتر بود ولی میخوام بدونی برای چی این کار رو بهت دادم. به خاطر زنت. یعنی اگه مجرد می بودی عمرن همچین کار مهمی رو به دست نمی آوردی. یعنی من حس کردم تو آدمی هستی که برخلاف خیلی ها که از زن فقط فکر عشق و حالش هستن به زندگی داری فکر میکنی. خب این نون چرا تو سفره تو نباشه؟ نه؟ و این برام خیلی مهم بود. خدا رو شکر که هنوز آدم های مردی مثل شما پیدا میشن. من فقط نمیدونم چه جوری باید جبران کنم. شما بگید من چیکار باید بکنم؟ برادری کردی؟ آدم واسه برادرش که جبران نمیکنه که. آه فقط یه چیزی باید بهم شیرینی استخدامتو بدی. حتما چش. یه شام افتادی. آقا اون مخصوص شما فقط بگید کی تایمتون آزاده که من بهترین رستوران هر جا بگید در خدمت شما. کامان مرد رستوران چیه؟ من نمیخوام تو پولاتو از دست بدی. نمیخوام شانس خوردن یه غذای خونگی رو از دست بدم. چطوره؟ که آقا افتخار میدی به من. یه روزی میاد که نمیدونیم کی هستیم، یار کی بودیم و عشق کی بودیم و چی هستیم. شیرین شیرینم واسه تو شدم یه فرهاد. شیرین شیرینم ندی زندگیمو برباد، ندی زندگیمو برباد، ندی زندگیمو برباد. خیلی هنر زدید خان. قضا سرد شد. بله بله. این مژده گر جان فشانم رو است. چه کار کردین خانم؟ بله. اجازه بدید. خواهش میکنم. میگم اینو قلبم میگم. این میز شما رو با میز ویژه سرآشپز تو گرونترین و بهترین هتل دنیا عوض نمیکنم. اینو من قلبا دارم خدمت شما میگم. ممنونم شما لطف دارید. ولی به نظر من یه ذره از این غذا بخورم ببینید خوشمزه است، بدمزه است، شاید دستپختم خوب نباشه تعریف میکنید. نه دیگه از وجناتش پیداست که شاهکار کردی. من تا آخرش رو خوندم. چه لطف کردید. بله. سوپر. مرسی. من یه چیزی حدود 21 سال پیش که از زنم جدا شدم تا حالا باور کنید که مستمر غذای خونگی نخوردم. اینقدر غذای رستوران بفهمید. این چی میگن آتشخاله فست فود خوردم که از هر چی غذای بیرون متنفرم. باور کنید. شما اگه افتخار بدید تشریف بیارید منزل ما، من قول میدم بهتون که به سفارش خودتون غذای خونگی درست کنم. خانم تعارف اومد در من داره. خب من طرف نمیکنم. سعید میدونه شام جای پدر من، یعنی یه جای برادر بزرگ من هستی، فرقی نداره. البته اینم که میگم به خاطر رجای پدر یه موقع به خاطر سن و سال نباشه. خانم من سنی ندارم واقعا. نمیدونم چطور شما این اشتباه کردیم. من خیلی زود ازدواج کردم. خب خیلی هم اشتباه بود میدونم. الان با این قیافه یه دختر 23 ساله دارم. ماشاءالله نمیخوره اصلا. این دخترتون همسن منه؟ من 22 سالم بود که اون به دنیا اومد. ولی کاش زودتر میگفتین. من خودم زنگ میزدم دعوتشون میکردم میومدن اینجا کنار هم بودیم. ایران نیست. ببخشید من در بخشید یاده مثلا
شما هم ناراحت کردم. نه باید خیلی ببخشید. خواهش میکنم. یه دونه از این فرم سبزی بخورین، خیلی خوشمزه است. یعنی اگه نخوری فکر میکنم دست به خود دخترتون دوست نداری. خیلی متشکرم. خواهش میکنم. مریم خانم شما از خودت بگو، چی کارا میکنی؟ چی خوندی؟ من مترجمی زبان فرانسه خوندم. الان دو ترم از درسم مونده. چه جاله. من عاشق زبان فرانسه هم. یعنی همیشه هم دوست داشتم یاد بگیرم، ولی متاسفانه نه وقتش بوده، نه حوصله‌اش، نه مهمتر از همه همتش. شما اگه وقتش رو داشته باشین، مریم میاد بهتون درس میده. جدی؟ خب خانم، من تمام قد در خدمت شما، حتی روزای تعطیل، حتی جمعه ها. تلفن وصل نکن، کسی رو هم نمیبینم. کلاس زبان شروع شده. ممنون. خب خانم مریم خانم، ما در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. فقط این که میخواین از محاورات روزمره شروع بکنیم یا نه برای شروع چند تا کلمه با هم حفظ کنیم؟ اونجوری که باید تفاوت رسم الخط زبان فرانسه و انگلیسی رو هم برام توضیح بدین. این آهنگ مورد علاقه من. خیلی ازش خاطره دارم. ولی متاسفانه هیچ وقت معنیش رو نفهمیدم. مریم؟ میتونم خواهش کنم برام ترجمهش کنی؟ بله، حتما. دوست من، روزها برام بی‌معناست. شبهایم بی رویاست. ای کاش جدایی تنها یک واژه بود. دوستت دارم. دوستت دارم. ببخشید. مریم جان ببخشید. ببین اینا جا نمیشه که. کل زندگیمون همینه دیگه. ببخشید ها، مثل که سه ماه قرار اونجا باشیم ها. سعید جان، عزیز من، مردم میرن کیف کفش مان تو همه چیشون رو از اونجا میخرن، تو داری اینجا بار میکنی ببری؟ خب پس چیز کنیم ها. اینا رو نصفشو نبریم، اولین حقوق هم که گرفتم نصفشو میدم، برو خرید کن هرچی دوست داری بخر. شما قبل خرجی نکنی رو سریع منو شو جمع کردیم. ببین تو دیگه. قربونت برم، داشتم واسه سلیمی جریان عروسیمون رو تعریف میکردم، چجوری رفتیم دو تا حلقه نقره ساده گرفتیم و همینجوری من نگاه میکرد، اصلا باورش نمیشد. پرسی یعنی هیچی ازت نخواست؟ من نمیفهم تو چرا میری همه چیز زندگیمونو به همه میگی. سعید جان، آدما تو زندگیشون یه سری یواشکی دارن که این یواشکی‌ها رو هیچکی نباید بفهمه. چرا میری میگی؟ واسه اینکه اون بنده خودم شام بلند شد اومد خونمون، همه زندگیشو به ما گفت. اون گفت. شما بعد بهش میگفتی؟ ای بابا گیر دادی ها. آقا یارو غافلگیرم کردی. گفت به جای فاز 1 برو فاز 3 نظارت کن. منم خوشحال شدم دیگه، مجبور شدم قضیه ازدواجمونو بگم دیگه، که داد نماینده دادستانی اجازه عقدمونو داد و بابات مخالف بوده و بعد دیگه ما کلاً 18 تومن دادیم و رفتیم 4 تا پیتزا خوردیم با دو تا شاهد. گفتی من سس سفید و قرمز با هم قاطی میکنم، فلفل میزنم، اینو تعریف کردی؟ الان داری تیکه میندازی؟ نه. نمیدونم چرا. ولی از اینکه این آدم همه چیز زندگیمونو بدونه اصلاً حس خوبی ندارم. ناشکری میکنی. به خدا داری ناشکری میکنی. تر هم قبول شده. استخدام شدم. داریم میریم یه جای خوب به عنوان ناظر پروژه. اینا کمه؟ اصلا یه رئیس خوب گیرم اومده، یه آدم حسابی. بده؟ نگفتم بده، گفتم حس بدی دارم.
نه ما الان جلوی این ترمینال ورودی ایم. بل شما کجایی؟ آها دیدم. بل یه هفته اول تو هتل میمونی. چطور؟ خونه هنوز آماده نیست؟ چرا آماده است؟ ولی آقای سلیمی خواستن هفته اولی از کار و زندگی برای شما دوتا خبری نباشه. نیست. انگار اومدین معسل. برین تو هتل بمونین، استراحت بکنین، خریداتونو بکنین، یه راهنما براتون گشتن. بعد ان شاءالله از هفته دوم کارتون شروع میکنه. بسیار خوب. کنسرتاشون هم اینجا مجانیه. یه نوع مشتری هم بیشتر نداشت. این کنسرت نیست. اونی که شوخی کردم عزیز جان. محلی ها دارن تبل میزنن که عبدالمات تومش رو پس بده. چی؟ عبدالمات. آخه اینجا محلی ها میگن اگه کسی غرق بشه عبدالمات بلعیدتش. یعنی الان کسی غرق شده؟ حتما همینطوره. اون پیر مرده رو دیدین؟ این بنده خدا الان مدت هاست که هر روز میاد همینجوری لب آب وای میسته، به این بومی ها پول میده که براش تبل بزنه. میگم بنده خدا دخترش غرق شده. چی دارم میگم آقا؟ حرفای خوب خوب بزنیم بگذاریم. راستی برنامه چجوریه؟ ما از این بعد با شما باید بریم این منور. من راننده نیستم. منتها این دفعه بار اولیه رو آقای سلیمی از من خواهش کردن که اساساً خودم بیام عقب. من عماد شکوری هستم، رئیس دفتر آقای سلیمی تو جزیره. آقا ببخشید، واقعا من عذرخواهی میکنم که نشناختم، ببخشید. نه عزیزم، ما اینجا همه با هم رفیقیم. ما روزا تو محیط کارمون همه جدی، رسمی، هر کسی کار خودشو بلده. شب هم تو دوره همیا ریلکسیم، میگیم، میخندیم. ندارین دیگه. به اینه بهشته. الان می‌نشی تو این اتاق اضافیه؟ این دوتا اولین فرصه با اینا رو عوض کنی. می‌دونم چرا ساکتی، باورت نمیشه هنوز. نه سلام. 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 خوش می‌گذره؟ همه چی خوبه؟ آب و هوا؟ خب اینم یه سورپرایز از طرف آقای سلیمی. چیه این؟ خدمت شما. این دوتا آبربانکه با کد رمزش. رانندم دم در منتظرتونه. هماهنگ شده که کمکتون کنه، راهنمایی کنه برین برای خرید لباس و اینجور چیزها که حسابی نونوار بشین شیک برای جشن امشب. جشن؟ چه جشنی؟ جشن افتتاح فاز 3. بله. به آقای سلیمی سلام برسونید، بهشون بگین که ما برای جشن امشب انقدر لباس داریم که ایشون آبروشون نره. من قسم جسارت نبود. و البته من اصلا اینجوری کارم، این خواست آقای سلیمیه. فعلا خدافظ تا امشب. خدافظ. من نمیفهمم تو چی فکر میکنی. این وسط اگه کسی قرار تحقیر بشه منم، چون کاری که من باید برات میکردم پدرم برات میکرد، الان یکی دیگه داره میکنه. نه شمایی که ناز و نعمت خونه پدری رو ول کردی اومدی شدی زن من پسر یه لاغبا، ولی بنده هم هیچ تحقیر نمیشم. چرا؟ زن و بچهش ولش کردن رفتن اون بر دارن اشغال میکنن، این بدبخت رو تحویل نمیگیرن، اونم داره با ما مثل بچه هاش رفتار میکنه. سعید خدا کنه همون جوری باشه که تو میگی. یعنی چی؟ من هنوز خدا هم گیجم. ببین خواهشم وقتی چیزی نمیدونی منو عصبی نکن. آه
خوش حاضر شدی. فکر کنم میخوای عذرخواهی کنی. ببخش. عزیزم من اگه عصبی میشم به خاطر خودت. خب تو وقتی ناراحتی منم ناراحت میشم دیگه. خوش. مخلصم خوش. واقعا مهمونی کاریه، نمیدونم خانوادگیه، چیه قضیه؟ چرا این همه هزینه کرده؟ دیگه حالا گرفته دیگه، حالا لطف کرده بیچاره. فکر نمی کنی زیادی لطف کرده؟ من چه میدونم، حتما این لباسا هم باید اونجا بپوشیم دیگه. فقط یاد باشه اونجا چند تا عکس دو نفره بگیریم واسه خونه بزنیم در دیوار. میگم اینجور جا گشتن هم حسابی بلد بودن میخواد. یه کاری نکنی بگن یارو اموله. یعنی چی اموله؟ فرق نمی کنه که آدم هر جا باشه باید خودش باشه. و این جمله از کی بود؟ مهم نیست از کیه، مهم نیست که بهش گوش بده و عمل کنه. خانم خیلی بهتون تبریک میگم، خیلی مبارکه، خیلی. مریم خانم لیاقتتون خیلی بیشتر از این هست. دستتون درد نکنه، خیلی ممنون. مال شما بود. خیلی زحمت کشید. مرسی، مبارک. مرسی، متشکرم. چرا نگرفتی؟ چکا میکنم؟ گردنت؟ نه عزیزم، نه من. پس واسه من باشه. شوخی کردم. آقا بفهمه خیلی ناراحت میشه. دیوونه، این که خیلی خوشگله. نکنه انتظار هدیه گرونتری رو داشتی؟ نه؟ واسه شراره یه مدالیوم گرفت. انقدر زمرد داشت. واسه تولد گرفتیم رو کشتی. عجب شبی بود. شراره؟
آره شراره نکبت الان اون برای آب تو عشق و حال برش کن. ببین وقتی یه زن ناراحته یعنی خواسته داره که شوهرش نسبت به اون خواسته بی‌اعتناست. خواسته خانمتو چیه؟ یه عروسی مجلل و متفاوت و چه میدونم دهن پر کن که خب اینا اتفاق افتاده. تازه تو آینده تو رفاقتتون همه چی بهتر هم میشه. من بهت قول میدم. ببین سلیمی شما رو به چشم کارمندش صرفا نگاه نمیکنه و نه لزومی نداشتین همه خرج کنه تدارک ببینه. اون شما رو دوست خودش میدونه. حالا من نمیدونم چی توی تو دیده خوشش اومده ازه. دوست داری قربان. میخواد باهاتون رفاقت کنه. حال کرده. میخواد باهاتون یه عمر رفاقت کنه. میخواد با هم باشین. با هم باشین. آره تو درست میگی. ولی مریم دختر سرسختیه. یعنی یه اصولی برای خودش داره. نه اینکه بگم بدا ولی توی اینجور جا احساس راحتی ازش میگیره. یعنی ما خیلی با اینجور طرز زندگی و معاشرت راحت نیستیم. جور نیستیم. خانم دادم سنتی یا نظر نمیرسه لباسش رو اینا رو میگم. ولی خب ذهنش مقدار سنت زده است. من پاکی و نجابتش رو با ایچی عوض نمی کنم. وایسا وایسا. آه خوبه خوبه خوبه. بینو ببین. ببینم. بیا. خیلی قشنگ شد. خیلی آدم های خوبی هم. درسته یه ذره طرز زندگیشون به ما نمیخوره ولی خدایی خیلی با محبت هم. دیشب دیدی؟ به طرز زندگی آدم ربطی نداره. آدم خوبت همه جا هست. فرقی نمیکنه که. چه قشنگه. اونجا رو. فعلا که شما لج کردی و با کی هم لج کردی من نمیدونم. بعده برای اون مهمونی گرفتن. کادو دادم بهمون. بیخیال سعید ولش کن. این چنده؟ چهار تومن. بفهم. بابا نمی. بیا. دوستش نداری؟ چرا؟ تو فکر اون پیره مردم. کدوم پیره مرده؟ همون که بومی ها واسه پیدا شدن دخترش تبل میزنن. تفلکی رو به رو ساحل شرکت خیره میشه به دریا. آن دیگونه. خب میگن دخترش نمرده. دیشب یکی از این دختره که تو مهمونی بود گفت باش دوسته. پیرمرده تا اینجا رد دخترش رو زده ولی خبر نداره که دخترش با چند تا دختر دیگه فرستادنشون برا. خب چیز جدیدی مگه؟ مگه درون بودی تو روزنامه نخوندی؟ تو مجله نیدی؟ ها؟ خیلی خب، شروع کنیم. فعلا این چند تا لغت کار میکنیم. شما همیشه اینقدر جدی هستین یا فقط سر کلاس های من؟ بله، چون نمیخوام بهم انگ معلم بد بودن بخوره. درزه، جلوی شاگرده های تنبل بازیگوشو باید گرفت. کتابایی که بهتون گفتم تهیه کردی؟ شاگرد تنبل بازیگوش، ولی یادت باشه خانم معلم درس معلم باید برای شاگردای تنبل و بازیگوش زمزمه محبت باشه. شعرشو که شنیدی که میگه جمعه به مکتب آورد طفل گریز پایر. نه؟ حالا من به عنوان شاگرد میخوام از خانم معلمم یک گلایه داشته باشم. ببین مریم من اون شب وسط اون همه پروژکتور و نور فلاش و این چیزا که حتی ستاره قطبی هم گم شده بود برق اون مدالیوم تو دیدم ولی برق چشمای تو رو ندیدم. میدونی من خیلی سعی کردم تو رو خوشحالت بکنم. تمام سعیم این بود ولی تو یه کاری کردی که بدجور تو ذوقم خورد. ببین آقای سلیمی من حسرت به دل اون عروسی و جشن و مدالیوم نبودم. سعیدم اگه به شما گفته خیلی اشتباه کرده. آفرین آفرین.
مریم باور کن همین غرورته که باعث شده من سر تعظیم جلوت فرو بیارم. اینو قلبا دارم بهت میگم. اختیار دارین شما بزرگ منین. از همون روز اولم بهتون گفتم که شما واقعا حکم پدری برای من و سعید دارین. از بابت جشن و غافلگیریتون واقعا ممنونم. اصلا نمیخوام شما رو ناراحت کنم. اگه اجازه بدیم عرف زحمت کنم. نه باش، یه خواهشی ازت داشتم. اون ترانه فرانسوی بود که گفتم خیلی ازش خاطره دارم، میخواستم خواهش کنم اگه ممکنه یه بار برام بخونی. خواهش میکنم دیگه اینو ازم نخوای. خب لااقل دکلمش کن برام. من شعرشو فراموش کردم. خیلی خوب، خیلی خوب، باش. من فارسیش یادم مونده، اگه میشه تو فرانسهشو بخون. دوست من، روزها برایم بی‌معناست، شبهایم بی‌رویاست. ای کاش جدایی فقط یک واژه بود. دوستت دارم. دوست. روز اول کاری با یه عالمه مهندس با سابقه زیر دستت. این جعبه رو جا گذاشتی. هر کی گرفته خودش هم بره پس بده. یعنی چی؟ یعنی که من چمدونم رو بست. که فردا تو خونه جدیدمون همینجا بازش کنیم. فقط موندم این اسباب اساسی تهران رو چجوری بیاریم. کلی خنزر پنزر داریم. بیچاره ماهیام آبشون این مدت عوض نکردیم. حتما تا الان مردن. شما نگران نباش، من فردا خودم عوض میکنم. این روز بازیا به خاطر چیه؟ به خاطر بی‌غیرتی های شماست. چی گفتی؟ تکرار کن حرفتو. اکردی ازت میترسم. واسه چی از خواهی بابام زدم بیرون؟ واسه اینکه اون نامردم میخواست دست منو بذاره دست یه بی‌غیرت تر از خودش. من دنبال یه پناه بودم. دنبال یه مرد. مردی که پشتم باشه. مردی که پشتم باشه وایس جلوی همه این نگاه های مریض و کسی به دورو برم. سعید نمو همه این ندارید ساختم. اون مردی که بعد الان ازم دفاع میکرد و پشتم وای میستد و از خودش خیرت نشون میداد. خیلی با تو فرق میکنه. خیلی. نه مثل که خیلی دلت پره. آب و هوا اینجا بهت نساخته، توهم زدی. خبر نداری، تقصیری هم نداری، چون محبت ندیدی، نه از پدرت، نه از نامادری، نه از یه خری مثل من که خواستم هم شوهرت باشم هم پدرت. حالا یه نفر بهت محبت کرده باورت شده، هول برت داشته فکری چه خبره؟ آخه اون چیزی که تو دست و پا شیخته زنه، دختره. از فردا بهش میگم دور بارو تو اون مهمونی ها خط بکشه، حرف هم نزنه. تو هم دیگه لازم نکرده بری پیشش. زبان میخواد یاد بگیری بره کلاس. کجا؟ یه اجازه ای من. چه عجب به غیرتت برخورد. چی شد خانم؟ متاسفانه ایشون وقت ندارن. من باید ببینم ایشون. متاسفانه ایشون وقت ندارن. مهندس کجا؟ با چه روی اینجا پیدات میشه نمیدونم. حالا دیگه برای من وقت نداری. وقت دارم ولی با یکی مثل تو حرفی ندارم. همه حرفا بمونه واسه هم روز دادگاه. البته واسه تو که بد نشده. خودتو کشوندی بالا شدی رئیس. فقط یه چیزی بهت بگم.
تمام کارمندای شرکت میدونن نامه‌ای که سلیمی تو رو رئیس معرفی کرده جعلیه. یادم باشه به وکیلم بگم یه شکایتم بابت تهمتی که الان بهم زدی بذار رو پرونده زنت که معلوم بشه چی جعلیه چی درست. ها؟ آره اتفاقا منم منتظرم تو معلوم بشه واسه چی منو فرستادین دنبال نخود سیاه و تو رفتی دنبال زنم بردیش دفتر. آره خوبه خوبه حتما این کارو بکن. حالا بزن به چاک. چه به پلیس میخوای زنگ بزنی؟ شاید هم به نشکش. صحبت نیگو حلکی نمیشه منفجه که منو بکشنی اونجا. تمام زدی برو از تمام مهندسان اونجا بپرس. انفجاری دیگه نمیتونه اتفاق شده باشه چون اگه دستگاهی شده باشه اولی کسی که منفجه میشه به رو هم خدا اون آدمه. چی شده اما جان؟ پس صدا فهمون بیرون هم رفت نه؟ من الان رسیدم. منچی گفت؟ ببین آقای محترم من اینجا آبرو دارم پس هرچی اون زن دیوونه توهم زدت به باد داده بسه. پاشه جمع کن بیرون. زن من توهم زده بود. این پیره مردی هم که وای میسه اینجا ظلم میزد به دری اونم توهمه. ها دخترش کو؟ دخترش کو؟ در رفت نه؟ دو روز مونده با عروسیش در رفت نه؟ خانم همه شلو داده قبلا تو مستی. گم شو برو بیرون که صفت گم شو. شنیدی که گم شو بیرون. اگه نری همه شاهده رو جمع میکنم. اشتباه من این بود که همه رو با خودم مقایسه میکردم. اصلا فکرشم نمیکردم که اون آدم بخواد به زن من نظر داشته باشه. اونجوری که برام تعریف کرد تو همون روزی که اون اتفاق افتاد خواستش رو رکو علنی گفته. ببین مریم تو این دور و زمانه یه جورای آدم های قرص و محکم حکم کیمیا رو پیدا کردن و تو با اون آدم خیلی فرق میکنه. خیلی یادم میاد اون روز اول تو دفترم میخواست دست من رو ببوسه. حالا نمیدونم تو چی شده یه دفعه همه چیز یادش رفته. سرشو بالا میگیره اینجوری مستقیم تو چشای من نگاه میکنه. خیلی عوض شده. ولی تو با اون فرق داری. خیلی خیلی از سرش زیادی هستی. خیلی مریم من آدم بیشرفی نیستم. میفهمی؟ خوب گوش کن چی میخوام بهت بگم. من میخوام بهت پیشنهاد ازدواج بدم. اصلا هم هزیون نمیگم اما بعد از جدا شدن از اون از همون آدم. آره آدمه که خوشتیپه. آره آره خوشتیپه خوشگله اما خوشگله بی خاصیت. اصلا نمیفهمم دختر واسه اون کم نیست اما نه یکی مثل تو. میفهمی؟ مریم میدونی وضعیت من این وسط چیه؟ میفهمی منو؟
حکم اون بومی بدبختی رو دارم که اینقدر باید به تبلش بکوبه، اینقدر باید به تبلش بکوبه تا امواج دریا اون طعمه‌ای رو که سالها پیش ازش گرفته بودن بهش برگردونن تا به ساحل امنش برسونن. ساحل امن یعنی همین جایی که من الان وایسادم؟ اون وقت من مهمونشم وقتی زندگی شما. میتونیم برگردی عقب از وسط اون امواجی که توش بودی نگاه کنی؟ یادت نمیاد؟ یعنی اینکه پدر من کی باید بیا جلوی ساحل به بومیا بگه که تپ بزنن و از دریا تومه بلدشاش پس بگیره؟ تو رو خدا اینقدر منو تحقیر نکن. به من بگو باید چیکار کنم که بتونم اعتمادتو جلب کنم. هر چی بگی قبوله. قول میدم. حتما. آره حتما. دست از سرم بردار تا دوباره بتونم بهت اطمینان کنم. یعنی حرف آخرت همینه. شما برداشت دیگه ای داری؟ آره. میدونی الان که دارم فکر میکنم متوجه شدم اشتباهم کجا بوده دختر خانم. من خیلی اشتباه کردم، بهت پیشنهاد ازدواج و طلاق و این شلوارا رو دادم، بی خودی برات شخصیت قائل شدم. بعد بهت پیشنهاد دوستی میدادم خیلی راحت، بعد بهت پیشنهاد دوستی میدادم، تو هم اونقدر اون احمق رو دوست داشتی که قبول کنی. من شک ندارم کار عماد و ویلاه، یا حداقل اونا خبر دارن قضیه چیه. فعلا که آقا شده رئیس شرکت و خانمم داره رول عاشقای سینه شاکو براش بازی میکنه. هر دوتا اینا زمان قصد جای دیگه ای بودن، شاهد دارن. آخه شاهده کیان؟ چهار تا کارگرن که دارن پولشون از عماد میگیرن. به هر حال نمیشه همه رو یه جا زیر سوال برد. همه کارگرا که با هم دروغ نمیگن، یا حداقل نمیشه ثابت کرد. من از صبح دارم به موضوعی فکر میکنم که برام تعریف کردی، یعنی سلیمی برات گفته مریض بوده، سر داشته. آره همون شبم سردرد رو بهونه کرد، یه قرص خورد. من یادمه بابا بزرگم که تومورش بزرگ شده بود، هی قش میکرد، دکتر از همون قرص بهش داده بود میخورد، داروی سر بود. همین خودش یه قدمه، میتونه ما رو به جای خوبی برسونه. سلیمی دچار حمله سر شده و زمین خورده. خب ما میتونیم آدرس دکترش رو بگیریم پیدا کنیم؟ آره باز قرص پرونده میتونه ازشون بخواد و در اختیارمون بذاره. خسته نباشید خانم، یه کپی کامل از این پرونده میخوام ببرم پیش مدیر برابر اصل بشه.
چند لحظه تشریف داشته باشید. خواهی محترم، نادر سلیمی نداریم، این پرونده حمید سلیمی هست. شما خانم عزیز، شما لطف کنی پرونده ایمون کسی که من این نامه رو آوردم بدین. این نامه که شما از دادسر رو آوردی به نام نادر سلیمیه. این پرونده ای که ما اینجا داریم حمید سلیمیه، فرزند حمید نادر. حمید که چند سالشه؟ اجازه بدین. 18 سالش. خانم عزیز، نادر سلیمی اینجا بستری شده دو سه روز، نوار مغزی شده. یعنی چی؟ این که این تنها پرونده یکی از سلیمی داریم. متوجه نمیشم، یعنی پسرشه؟ حمید سلیمی فرزند نادر. احتمالا پرونده رو خودشون از اینجا گرفتن. چرا؟ معمولا برای اینکه بفرستن اون طرف، یه جور خاطر جمعیه، البته یه کسی رو اونجا داشته باشن. خیلی عجیبه، هیچ جا صحبت از پسرش نبود، همه میگفتن یه دختر داره. حالا گفتن که از بیمارستان، از آسایشگاه آوردنش بیمارستان برای یه سری چکاپ سالیانه و این حرفا، درست یادم نیست. مشکلش چیه؟ مشکل که گفت که نمیدونم روانی عقب افتاده است، یه اصطلاحی هم گفت یادم رفته متاسفانه. آروم باش. ولی خودش گفت که زنشو طلاق داده، یه دخترم داره که ایران نیست. تا اینجا نبودن اولیای دم رو گذاشیم به حساب اینکه نیستن، ولی میتونستن از اونجا اقدام کنن، وکیل بگیرن. همین مورد رو دنبال کن، سرنخ خوبیه، میتونه ما رو به جای خوبی برسونه. سهم ما ایره، شاید زیاد و چم، یک سبد لبخند یه لحظه انقدر سم ما اینه. سلام حمید، چه نقاشی قشنگی، مهمون داریم. مهمون؟ یه مهمون ویژه فقط برای خودت. آروم آروم. مادرم میگه ما آبرو داریم، میگه میدونی تو نوه چی هستی؟ دیگه نباید صدای خواهرتو کسی بشنوه. الو گوشی، حمید جان تو بشین. شما چه خبر؟ هیچی، من که خوردم به سنگ. نه، این طفلک پسر سلیمی نیست والا. باش. زنت بود؟ ای کلک، نامزد داری ها؟ شما همه تو فکر میکنین من بچه‌ام، بزرگ شدم. خانم جون میگه من فرق خوب و بد رو میفهمم، فرق زن و مرد رو میفهمم، دیگه نباید برم تو زنونه، باید برم قاطی مردا. خداحافظ. کجا؟ تازه زنت زنگ زده. چند لحظه صبر کنید آقا. خانم عبدی، حمید رو ببر توی اتاقش. این رسمش نبود آقا، من به شما اطمینان کردم، گفتی در بستگانش هستید و واسه سبب اومدید، منم حرفی نزدم، ولی فکر میکنم شما خبرنگار باشید. حتم دارم که هستی. نه خانم اشتباهشه، برای لطفا چند لحظه بیاید بشینید. خانم عزیز، من چند دقیقه بیشتر وقتتون رو نمیگم، بفرمایید بشینید. خانم
مادرش دوست نداره در مورد اون قضیه مصاحبه کنه. خواهرش هم همینطور. الانم که تو کل روزنامه پر شده از خبر قتل آقای سلیمی. گفتم یه وقت حرف این بچه رو بر ندارین چاپ بکنین. تحت درمانه، ممکن توهم داشته باشه یه حرفی از خودش بگه. یا اینکه حرفی از دیگران بشنوه و تو دیوار بخواد بیانشون بکنه. در ضمن اینجور مواقعی میدونی مردم دنبال چیه. ذهنشون سری میره به سمت اینکه مرد آدم بدی بوده و به زن مردم هم چشم داشته و بچه‌ش هم شده این. مسئولین آسایشگاه اصلا دوست ندارن این اتفاق بیفته. همونطور که زن و دختر آقای سلیمی سکوت کردن، ازتون خواهش میکنم شما در این رابطه چیزی چاپ نکنید. خواهش میکنم. ببینید، من خدمتتون عرض کردم همون اولام که اومدم، گفتم من خبرنگار نیستم، شما میتونید الان بگید بیا منو بگردم، من هیچ چیز ضبط شده همراهم نیست. فقط شما الان تو صحبتاتون گفتین که اسم از خانم سلیمی آوردید، مادر حمید. میخواستم بدم که شما یه نشونی، آدرسی، چیزی میتونید ازش به من بدید؟ شما که میگفتید از بستگانشون هستین. بله من گفتم، فقط چیزی آقا که آقا برای من مسئولیت داره. نه اجازه بدید شما، من توضیح میدم خدمت. لطفا اصرار نکنید تا قبل از اینکه انتظاماتو خبر کنم. لطفا برید بیرون. بفرمایید آقا، بفرمایید بیرون. چشم. خانم وکیل بفرمایید. ببخشید مصدق اوقاتتون شدم، میدونم سرتون شلوغه. خواهش میکنم، اشکالی نداره، من لایحه‌تون رو مطالعه کردم. مدارک پزشکی مبنی بر مسروق بودن مقتول باید مستنداً ارائه بشه. عجیبم همینه، ولی قبلا به همسر موکل من گفته بوده که یه چند وقتی سردرد داره، اون دیده بوده که داره سر مصرف میکنه. ببینید خانم، این نمیتونه نکته مثبتی تو پرونده باشه. میدونم، اما اگه من توی مثلا به این مورد اشاره کردم به دلیل مفقود شدن ناگهانی کلیه مدارک پزشکیشه یا لااقل نسخه هاش. البته پزشکی قانونی ضربه رو در حالت عمودی و سپس سقوط بیشتر به واقعیت نزدیک میدونه تا سقوط و سپس ضربه سر به کف زمین. درست آقای بازپرس، اما فکر میکنید موکل من میتونه این نیرو رو داشته باشه که چنین ضربه ای وارد کنه؟ شهود قتل موکل شما رو بالای سر مقتول در حال جیغ زدن دیدن با دستای خونی. تازه اثر انگشتی ایشون روی دستگیره در و میز و همه جای دیگه مشهود بوده. موضوع مهمتر این که موکل شما تو ادعای خودش گفته که مقتول نگاه سالمی به ایشون نداشته و دنبال این بوده که یک ارتباطی رو با ایشون برقرار بکنه. این یعنی این که موکل من پیشاپیش محکوم به قصاص شد. پرونده جنجالی یه خانم فیروزی، یه طرفش کسی که کشته شده آدم خوشنامی بوده. معنی خوشنامی اینه که از یکی قبل از طلاقش خواستگاری کنم؟ هر آدم خوشنامی هم میتونه اسیر هوای نفس خودش واقع بشه. به عنوان نمونه ما تو تاریخ برسیسای عابدو داریم، کسی که مستجاب و دعوه بودش، یعنی هر چی از خدا میخواست بلا فاصله برآورده میشد، ولی ایشون هم اسیر هوای نفس خودشون شدن و ملحد و گناهکار از دنیا رفتن. حالا سلیمی و سلیمی ها که خانم جای خود دارن، ولی این اتفاق هرچی بوده بین مقتول و موکل شما بوده. سند محکمه پسندی وجود نداره. تازه عصبی بودن موکل شما رو همه تایید کردن. به عنوان مثال آینه هتل هم روز قبل شکسته شده بوده. اون کار همسر موکل من بود. تنها چیزی که در این پرونده نفع مریم شهابیه اینه که هرگز قتل رو به گردن نگرفته. از همون لحظه اول، از بازجویی تو جزیره تا الان، چه آروم بوده و چه هیستریک و عصبی، هرگز قبول نکرده خانم. یه جورایی باید سرم بالا باشه که زنم انقدر برای خودش ارزش قائل بود که به اون همه پول گفت نه. اما وقتی فکر میکنم که بخوان تنها رو بنزن گردنش، پیش خودم میگم کاش برم خیانت بکنم. آره، ولی بخشش خیانت به تو، بخش مهمترش خیانت به خودشه، به روحش، باورش. مریم از بچگی باورهای خودشو داشت. مادرش مذهبی بود، پدرش لاغت. سر همینم مادره جدا شد و مریم رو با خودش برد. البته شاید هیچ وقت نخواسته اینا رو برای تو بگه.
وقتی مادرش مرد و مجبور شد برگرده پیش پدرش و اون و مادرش که خوب به هم میومدن و از او گرفته. اول دبیرستان بود که من تازه داشتم دیپلم میگرفتم. با من میومد کلاس کنکور که فقط اون خونه نباشه. با اون همه امکاناتی هم که داشت. اولش که باهاش آشنا شدم گفتش که نه دوستی نه نامزدی، فقط ازدواج. همه چی شرعی قانونی رو حساب کتاب. خواست فقط زود از خونه باباش در بیاد. اون وقت حقشه بره بالای دار، ما هیچ کاری نتونیم بکنیم. گفتم که فقط یه راه داره، رضایت اولیای دار. زخرفا چیه میگی؟ از آخرین باری که بهم توصیه کردی همه حرفاتو گوش کنم، هرچی روزنامه بود خوندم، خط به خطشون رو حفظم. دیگه هیچ کدومتون نمیتونین چیزی رو ازم قایم کنی. نه دیوونه، دروغ نمیگم، هنوز یه راهی مونده. طلب عف، میگه ببخشن، از خونشون بگذرم. ولی دم جان، اشغالشون اون برای آب تعطیل شده که برگشتن. کل شرقی رو بذار کنار، بشه باید به پاشون بیفتی، التماسشون کنی، خواهش کنی تا شاید از خونشون بگذرن. دیگه اینکه سعید میخواد ببیندت. نه، ما اون حرفی ندارم. زود قضاوت نکن، طفلی اون روز واقعا احضار شده بود. خودم گزارش شرکت رو خوندم. همون موقع همون ساعت دیگه شماره واقعا منفجر شده بود. این قضاوت توی که اون میخواست شما رو تنها بذاره. تفری از این موضوع هم خیلی ناراحته که تا این حد نسبت بهش بدگمونه. به خاطر تو با خیلی ها درگیر شده. دیر نیست؟ نه اونقدر که تو تزمان میکن. حالا اونم بفهم. سلام مریم جون. جناب، خواهش میکنم، این یک امر ویژه است. انگار شما متوجه عرض من نمیشه خانم. من هیچ تعهدی ندارم که آدرس بستگان مریض رو خدمتتون عرض کنم. مطمئن باشید اگر از روش دیگه ای به نتیجه میرسیدم مزاحم شما نمیشدم. بازپرس پرونده هنوز نتونسته زن مقتول رو ببینه یا با دخترش صحبتی بکنه. ولی دم هنوز جلو نیومدن. فقط میخواستم ببینم اون از امریکا اومدن یا نه. آمریکا؟ بله، درست شنیدیم. من نمیدونم، ولی حتما اونا هم دلیل خاص برای کارشون دارن. بله، گذاشتن تا صبح اعدام، کسی مزاحمشون نشه، راحت کارشون رو انجام بده. اینا دیگه به من مربوط نیست خانم. آقای مدیر، زن جوون این آقا که تازه 8 ماه ازدواج کردن و دوست صمیمی منه، سرش داره میره بالای دار، اونم بیگناه. عجب گرفتارشون خانم. من نمیتونم. و سلام.
پیا. بازم که پیدات شد. ولی من دارم میرم. نه برای همیشه. خواهرم داره میاد دنبالم منو ببره عروس برون نظری پزون. زنگ زده دفتر گفته قرصا من بذارن تو جیبم. خدا حافظ. مواظب خودم باش. خب خوش بگذاریم. رضا برو تو من الان میام. این پسر سیگه ببین داره سوار اون ماشین میشه. بریم دنبالش. باشه فقط نبینم. اینا رو میشناسی؟ نه. سلام. سلام. اومدی خونه ما؟ بیا. 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 بیا چایی بخور. بخور دیگه. سلام خانم. الیکس. قبول باشی شما. قبول حق. من با خانم آقای سلیمی کار داشتم. آقای نادر سلیمی. یا شیرینی. فرمایشتون. من با همسرشون کار داشتم. گفتم فرمایشتون. اگه همسرشون هم نیستن با پدر آقای سلیمی کار داشتم. خب پس تشریف ببریم بهش زهرا قطعه 46 ردیف 10. شما دخترشین؟ شما؟ نشونه قبر پدر بزرگ تو خوب بلدی. یعنی آدم حسابی هستی تو این بر بچه های نسل جدید که دیگه چیزی واسه شون ارزش نداره. خیلی ممنونم از تعارف شما. از این حرفا چرب و نرمترش هم به هم گفتن هندونه هاشون هم بزرگتر از این چیزی بوده که شما میذارین زیر بغلم. بفرمایین بیرون. خانم برو بیرون. خانم برو بیرون. از تو زرنگ تراش هم نتونستن عکس مامان بدبخت منو چاپ کنن. شما نمیخواد زحمت بکشید. اجازه بده خانم. خانم برو بیرون. یکی نیست خانم اینجا بندازه بیرون. کم ناله کردم به درگاهت، کم خواهش کردم ازت، این چه بدبختی بود سر ما آوردی. چرا با رنگوش نمای مردم میکنی؟ خانم به خدا زن من بیگناه، به خدا بیگناه قاتلی. خانم شما ببخشید. بلند شو وایسا. فقط یه شرط. گفتم بلند شو. شما ببخشید. شما عفو کنید. هر کاری بگی من میکنم. با تو کاری ندارم. باید به خودش بگم. اون باید بپذیره. شما بگی من قول میدم قبول میکنم خانم. شما هر کاری میگیم میکنه. خودم نوکریتون میکنم. فقط خودش. خانم من وکیلش هستم. به من بگید چی رو باید بپذیره. باید به خودش بگم. این شرطیه که اون باید قبول کنه. خودش که زندانه خانم، نمیتونه بیاد خدمتتون. میام میبینمش. ولی اگه خبرنگار یا هر کس دیگه رو خبر کرده باشین یک کلمه حرف نمیزنم. از همونجا برمیگردم. دیگه قدم از قدم بر نمیدارم. مطمئن باشید هیچ کس، فقط خودتون. خانم فیروزی ببخشید من نتونستم اونجا یه لحظه خودم. ولی شما وکیل گرفتین که با عقل اون به احساساتتون غلبه کنین. اگه واقعا به حضور من نیازی نیست خب بهم بگین. از این احساساتی بازی‌ها مریم هم زیاد در میاره. از خانم خب شما اجازه بدین. گفته شرط داره. می‌خواستم ببینم شرطش چی. میگه قبوله قبوله. چی چی و قبوله؟ چند برابر پول دیگه رو بخواد چی؟ اگه بگه زنتو طلاق بده و با دختر اون ازدواج کن چی؟
نامزد دختر ول کرده رفته، پدرش گفته ننگه با دختری همچین آدمی وصلت کنه. از یکی از زنای اونجا شنیدم. به همه میگفت زن و بچهش ولش کردن رفتن آمریکا. شاید اینجوری میخواست عذاب و وجدانش کم تر شه. 20 سال پیش از همون جدا شد. هیچ وقت نخواستم رسمی و تو شناسنامه از هم جدا شیم. دیگه ما رو پسند نمیکرد. دنیاش از ما جدا شده بود. من هم نمیتونستم مثل پسند اون بشم. پسر معلولمی که تازه به دنیا اومده بود بهونه میکرد، کم میومد خونه. فکر میکردم از دیدن اون ناراحت میشه، طاقت نداره که کمتر میاد خونه. ولی نه، بچه بهونه بود. از دیدن بچه خجالت نمیکشید، سر و وضع من تحقیرش میکرد. میخواست ماها یه شبه یه جور دیگه بشیم، اون جوری بشیم که اون تازه دیده بود و دلش میخواست. انقدر وضعش خوب شده بود که دیگه ماها شده بود این وصله ناجور. ولی هرچی باشه، هر کی باشه، پدر دخترمه. ماها یه عمر با آبرو زندگی کردیم. بچه‌م میخواد بره خونه بخت، بره دنبال زندگیش. یهو پدرش شد مرد متجاوز که زدن و کشتنش. یعنی فکر میکنی من دروغ گفتم؟ میخواستم با آبروی شما بازی کنم به قیمت اینکه خودم پشت میلای زندان باشم. ناموس برای زن دنیاشه. وایسدی میگی از خودت دفاع کردی، سرتم بره بالادار، بازم سر بلندی. ولی ما چی؟ این دختر چی؟ چطوری فردا تو در همسایه و همسر و دوستاشون رو سر بلند کنه؟ چطوری؟ توقع داشتیم به خاطر آبروی شما میذاشتم هر بلایی که میخواد سرم بیاره. من از مادرم خواستم که بهتون بگه ما حاضریم از خون پدرم بگذریم، ولی به یه شرط. شما بگین اون مرد قصد تجاوز نداشته، بگین دوچار یه سوء تفاهم شده بودین، بگین اون نیت پدرانه داشته، چون شما هم سن دخترشین. ازتون خواهش میکنم آبرومون رو بخر، به باد میفتم، آبروم این دختر رو بخر. بهت التماس میکنم، به باد میفتم، ازت خواهش میکنم. نمیدونم چرا وقتی تو چشات نگاه میکنم منو یاد خودم میندازی، یاد اون لحظه هایی که دوست نداشتم کسی منو به عنوان دختر یا آدم به الکلی و لاوالی بشناسه. نمیدونم نتیجهش چی میشه، ولی من میخوام با خدا معامله کنم. آیا حرفایی که تو دادگاه زدین درسته؟ من اشتباه میکردم، همین یه سوء تفاهم بود. اون آدم خوبی بود، حسش به من فقط یه حس پدرانه بود. خوشبختی منو میخواست چون ما همسر دخترش بودم. آیا کسایی مجبورتون کردن حرفتون رو پس بگیرین؟ اصلا قسم میخورین؟ خانم این حرفا چیه؟ چرا من قسم بخورم؟ کسی منو مجبور نکرده. کاش اول وکالتنامه منو ملغا میکردی. اشتباه کردی دختر، اشتباه بزرگ. بهت گفتم اگه بگی سوء تفاهم بوده، دستی دستی داری جرم خودتو زیادتر میکنی. گیرم اونا هم عفو کردن، از خونشون گذشتن. چند سال حبسی که به لحاظ جزایی محکومی باید بکشی رو چی کار میکنی؟ مدعی العموم علیه‌ته. Thank you.
با اینکه اولیای دم رضایت دادن ولی مدعی اولمون برای تقاضای 15 سال حبس کرده بود تا اینکه اون اتفاق افتاد. اتفاق که نه، معجزه. هم که پیرمرد رفت و خودشو معرفی کرد. وقتی اون روز گفتی با خدا معامله میکنی و آبروی دختر سلیمی رو میخری، از ته دل به همه چی به ایمان بودم. ولی حالا نمیدونم. امیدوارم به خاطر من دروغ نگفته باشه. اون اومده بود جنازه دخترش رو از آب بگیره تا به خانواده نامزدش نشون بده. به یک مرده. تا مردم این شایعه یا که عروس شب عروسیش فرار کرده تا به شوهرش خیانت کنه رو کسی باور نکنه. گفته بود من افتخار میکنه. دوست داشته که من جای دخترش بودم. چند بار اومده بود ملاقاتم. اما من ندیدمش. یه یادگاری از دخترش برام فرستاد و پیغام داده که من اونو به دخترش رسوندم.